سرخط خبره ده. تردید و امید در تغییر رفتار پاکستان با گروه طالبان. اسلام آباد سرمایه های رهبران طالبان و شبکه حقانی را ضبط می کند. دوی باید تروریسم په وړاندې باندې صادقانه او عملي اقدامات وکړي. ادامه روزهای ناامن پایتخت. چرا زنجیره انفجارهای پی هم نمی شکند؟ راهای کشف و استخبارات در این پروسه ناکام مانده. آزمایش های خیالی کرونا و هزینه سنگین در بیمارستان های خصوصی. وزارت صحت به دو بیمارستان هشدار داد. نواخته شدن زنگ مکتب پس از 5 ماه تأخیر. مسئله بهداشت هنوز هم نگرانی اصلی است. در هر چوکی یک شاگرد جای به جای شده و فاصله اجتماعی کاملا مراعات شده. با خبر و تحلیل خبر امشب از یک با من بهرام امام خوش آمدید. به نام خداوند یکتا و سلام بر شما. سرمایه های رهبران طالبان و شبکه حقانی در پاکستان ضبط شده و سفر اینان به پاکستان محدود خواهد شد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه میگوید که محدودیت های وضع شده شورای امنیت سازمان ملل را بر رهبران طالبان و شبکه حقانی به شمول ملا برادر و سراج الدین حقانی اعمال میکند. این محدودیت ها شامل محدودیت سفر، تحریم تسلیحاتی و ضبط منابع مالی رهبران طالبان خواهد بود. حکومت افغانستان اما خواستار اقدام صادقانه پاکستان برای برچیدن لانه های امن راسفگنی در این کشور شده است. امان فرهنگ جزئیات می دهد. چرخش دیدگاه پاکستان به گروه طالبان. وزارت خارجه پاکستان در این اعلامیه بالابلند اعلام کرده است که تحریم های شورای امنیت سازمان ملل را بر رهبران طالبان به شمول عبدالغنی برادر رئیس هیئت گفتگو کننده این گروه و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی اعمال می کند. این تحریم ها شامل محدودیت های سفر، تحریم تسلیحاتی و ضبط منابع مالی رهبران طالبان خواهد بود. بنابراین در صورت پابندی پاکستان، اموال و جایداد عضوهای شورای کویته و سران شبکه حقانی در پاکستان ضبط خواهد شد. کابل اما که همواره پاکستان را به پشتیبانی از گروه های هراس افغان به ویژه طالبان متهم کرده، به این موضع تازه اسلام آباد با تردید و امید نگاه می کند و بر رفتار صادقانه پاکستان تاکید دارد. تروریسم پوتنزاینه و تروریسم ملاتر دادی په خاور کړي. بنان په دې برخه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت غوښتنه همیشنی امداد شي، دوی باید د تروریسم په وړاندې باندې صادقانه او عملی اقدامات وکړي. اما برخی ها به این باورند که امریکا تلاش می کند بر پاکستان فشار وارد کند که این کشور طالبان را به میز گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان حاضر کند. ایالات متحده امریکا بالای پاکستان فشار آورده تا ای که طالبان را به میز مذاکره بکشانند. امریکایی هایی را خوب درک میکنند که یگانه کشوری که بیشتر تسلط داره بالای طالبان و رابطه بسیار نزدیک داره با طالبان پاکستانی ها هست. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اما اعمال تحریم ها از سوی اسلام آباد را ایجاد مانع در برابر روند صلح میخواند. روندی که سرنوشت آن به دلیل متوقف ماندن روند رهایی زندانیان دو طرف ناروشن است. دولت افغانستان تبادله زندانیان و اسرا را به شکل پیش میبرد که توقع مردم افغانستان در قطعنامه لوی جرگه مشورتی را برآورده بسازد. از بود حقوقی و عدلی روی درخواست شمار از کشورها مبنی بر عدم رهایی شمار اندک از زندانیان بحث جریان دارد. پاکستان از تلاشهایش مبنی بر اعمال تحریم رهبران طالبان سخن میزند که این کشور به دلیل آنچه پشتیبانی مالی از گروه های هراس افغان و پناهدهی به این گروه ها خوانده می شود در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. این گروه قرار است تا 2 ماه دیگر نشست دیگری را برای بررسی تعهدهای پاکستان برای حمایت نکردن مالی از گروه های هراس افغان بررسی کند. نشستی که ممکن است پاکستان را از فهرست خاکستری به فهرست سیاه ببرد.
آقای میرزا محمد یارمند، معاون پیشین وزارت امور داخلی کشور اینجا برای بحث بیشتر در استودیو حضور دارند. آقای یارمند سلام بر شما، بسیار خوش آمدید. سلامت باشین. آقای یارمند، بارهاست که گزارش های نشر میشه از مبنی بر این که پاکستان از شبکه های تروریستی به ویژه القاعده و طالب حمایت میکنه، از تا پاکستان به عنوان چی میشه نام برد؟ یکی هسته که میگه مسلمان از یک غار دو بار گزیده نمیشه. ما از یک از اینمی پاکستان که 40 سال میشه یا افزون از 40 سال از بعد و ایجادش، او در افغانستان هدف داره، استراتژی داره، بسیار منظم پیش میره و موفق هم پیش رفته، کار کرده، تلاش کرده، نفاق ایجاد کرده، نفاق قومی ایجاد کرده، نفاق سیاسی ایجاد کرده، در لایه های مختلف ساختاری هم به رسوخ و نفوذ خود ایجاد کرده، فشار هم میاره که شما در مراودی خود با هندوستان باید از من اجازه بگیرین و در انتخاب کسایی که افراد کلیدی هستن باید من زیر نقش باشم. تا سطح این شهر کابل از لحاظ سبوتاژ امنیتی همیشه میتونه که دچار مشکل بسازه. مسئله اقتصادی ما را اونو شما میدونین، هر وقت که فصل میوه شه و را بند میشه، درست، و میوه افغانستان از بین میره، به این ترتیب تجار افغانستان زمانی که یخچال وارد میکنه، که وقتی که در بهار یخچال وارد میکنه که در تابستان استفاده داره، او ایره بند میکنه، در بندر کراچی در زمستان وارد میکنه، در زمستان که یخچال کس استفاده نمیکنه. بله، هر نوع روش های حساب شده در خصوص مسئله افغانستان از سبوتاژ در اختیار خود داره. درست، منطق پاکستان مبنی بر حمایت از گروه های عراسفگنی بخصوص طالب به باور شما چی است؟ خب یکی خوب عمق استراتژیک دارم، میخواه که افغانستان همیشه به عنوان یک دولت ضعیف دست نشانده در اختیار خود داشته باشه، که در مراحل مختلف پاکستان دچار ناکامی شده. زمانی که دولت مجاهدین در اینجا آمدن، خب رویم رفته رهبرای مجاهدین تحت تأثیری فرماندهی های داخلی نتانستن متعهداتی که با پاکستان داشتن عملی بکنن، سرانجام گروه طالبا را تولید کرد و بالای گروه مجاهدین هم نتانست بالای دیورند موری تایید بگیره، و همین ترتیب زمانی که طالبا آمدن، طالبا هم موضوع دیورند قبول نکردن، رد کردن. به این ترتیب بالاخره ما میبینیم که در این وطن داعش پیدا شده، بالاخره القاعده جان گرفته، پس دوباره گروه های زیاد شناس و ناشناس وارد مناطق شدن، درست، و حتی مناطق گلدره و شکردره و استالیف و ایجار هم قره‌باغ زیر تهدید امنیتی قرار گرفت. ولی ما میدانیم که بس هند هم در میان است، بس امریکا هم در میان است، که حضور از اینا چندان به مزاج پاکستان خوش نمیخوره. فکر میکنین که چرا طالب پاکستان، آنچه که شما یاد کردین، میخواهد در افغانستان یک حکومت ضعیف باشه؟ چرا میخواهد که افغانستان از یک موقف ضعیف وارد گفتگوها شوه، وارد بحث های بین المللی شوه؟ پاکستان در دو جبهه جنگیده نمیتونه، که هم با هند بجنگه هم با افغانستان مخالفش بجنگه. بله، چون مسئله دیورند یک دایره کلان است و گذشته از او پاکستان در گذشته ها می گفتند که خب گذشته از دیورند تا هندوکوش دعوا میکنه، اما حالا پاکستان تا امو را دعوا داره، و دلیلی از اینکه فکر سازی کرده در 40 سال این تعداد افراد خودفروخته را تعلیم داده، آموزش داده و یار روان کرده در افغانستان، که اینا در بین اقوام، در بین یک قوم که از یک پدر و مادر هستند، چندین اختلاف آورده. و این از طریق طالبان فکر میکنین که این کار؟ ببینین، ما در 40 سال پیش در افغانستان ملای سلفی نداشتیم، اشاعتی نداشتیم، اشاعت و توحید نداشتیم، بریلوی نداشتیم، بریلوی حیاتی و مماتی نداشتیم. به همین ترتیب مثلا ما هم مردم افغانستان پیرو مذهبی حنفی بود، در شافعی نبود، مالکی نبود، درست، حنبلی نبود. حالا اینمی ملاها را در مدارس ساخته و وارد کرده در یک قریه، این یک قریه را 20 پارچه کرده، درست، از لحاظ دینی، و
و این نه تنها ای که به نفع پاکستان دین سبوتاش کرده، این یک مشکل است. مشکل دیگه این است که در سطح سیاسی چنان اختلاف وارد کرده که هیچ یک از رهبرهای افغانستان نمیتونن یک دیگه خود تعامل بکنن. درست. در سطح کلانای قوم اختلاف وارد کرده که قوما عموما مردم افغانستان فریب میتن، مردم عوامه. حالا اگر من نباشم شما را گرگ میخوره. درست. دستوی مختلف اختلاف ایجاد کرده. درست. آقای آرمان، چون بحث ما رابطه گروه عراس افغانی بخصوص طالبان با پاکستان است، فکر میکنه که چرا کشورهایی که خود را متحد افغانستان میدانند بخصوص امریکا در این بخش کار نکرده که بتانه رابطه از اینا را حداقل قطع بکنه؟ اگرچه ما میدانیم که امریکا گفت که کمک های نظامی شه به پاکستان بین سالهای 2010 و گست سال 2017 به 60% کاهش داده به خاطر قطع رابطه پاکستان با گروه عراس افغان. این فایده نمی کنه. تمام روش های امریکا در خصوص این مسئله زیگزاگی است. شش ماه قطع می کنه، بعد از شش ماه پس دوباره یک سفر می شه، باز یک گفتگو صورت می گیره، پس دوباره باز کمک های خود آغاز می کنه. تمام دنیا از هر من از شمس میفهمه که چی در دوره مجاهدین که کمپای آموزشی در وجه وجود داشت، چی در دوره القاعده، چی در دوره طالبا، در هر دوره وجه کمپای آموزشی وجود داره. حتی کوردینات همین کمپای آموزشی کاملا مشخص و معلوم است و مکاتبی که مدارسی که اینا میسازن در وجه به خاطر از اینکه افغانان را شستشوی مغزی بکنن و اینا را نیمچه ملا بسازند و یا را روان بکنند در مراکز تعلیمگاه تروریستی، همی از این معلوم است. درست. اگر دنیا طرفداری از این هست که تروریسم در نطفه خونسا شود و خوش شود، ایجاب از این را میکنه که تمام مدارس پاکستان مسدود شود. بسیار. و تمام تعلیمگاه تروریستی انفجار داده شود و منهدم شود. به همین ترتیب اتباع خارجی که در پاکستان هستند، اینا در مجموع کل باید به کشورهایشان تسلیم داده شود. روش روی دست گرفته شود که ما عملا بفهمیم که نمی دنیا در خصوص پاکستان این تصمیم نداره، مگر این چیزا وجود نداره. تشکر از حضورتان آقای آرمند. منبع‌های نزدیک به عبدالله عبدالله به تلویزیون یک میگویند که عبدالسلام رحیمی، عطارالرحمن سلیم و حاجی دین محمد به عنوان معاونان شورای مصالحه ملی گماشته شدند. بر بنیاد اطلاعات منبع‌ها، شورای رهبری مصالحه ملی 44 عضو خواهد داشت و این شورا نقش فعال در روند سال بازی خواهد کرد. شمار از سیاستگران میگویند که باید چهره‌های تأثیرگذار و شایسته در رهبری شورای مصالحه ملی گماشته شوند تا این شورا بتواند از عهده روند سال موفق بدرآید. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از 3 ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان ارگ و سپیدار، عبدالله عبدالله ظاهرا قادر شده تا معاونان شورای عالی مصالحه ملی را برگزیند. منبع‌های نزدیک به عبدالله عبدالله به تلویزیون یک میگویند که عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور سال، عطارالرحمن سلیم و حاجی دین محمد از عضوهای پیشین شورای عالی سال به عنوان معاونان شورای عالی مصالحه ملی گماشته شده اند. در توافقنامه 5 معاون پیش بینی شده، اما قصر سپیدار میگوید که یک بانو هم به عنوان معاون ششم برگزیده خواهد شد. همچنان فهرست شورای رهبری مصالحه ملی که 44 عضو دارد نهایی شده است. فهرست شورای رهبری و معاونین شورای عالی مصالحه ملی ترتیب شده و نهایی شده و به زودترین فرصت او را اعلان میکنیم. بحث‌ها و مشوره‌های مردم با در نظر داشت مشوره‌های لوی جرگه، تمام مسائل در نظر گرفته شده. در معاونین یک خانم وجود داره. در شورای رهبری مصالحه ملی هم شاید کسانی باشند که در شورای عالی صلح بودند، زیرا گفته می شود که این شورا متشکل از چهره های ملی و رهبران سیاسی خواهد بود. اما برخی سیاستگران می گویند که چهره های تأثیرگذار در رهبری این شورا گماشته شوند تا بتوانند روند صلح با طالبان را موفقانه به پایان برسانند. افغانستان اکثریت مشران و سپنجیر پکشی چه در سولی در مصالحه شورا رول هم وشتلی سی او بلکه موږ یو ادرس مشخص ولرو
او د طالبان سره د بین الافغاني مذاکرات شروع سي تر څو چې موږ یو رای حل دائمی را وباسو. برخی های دیگر میگویند تا اینجای کار ارگ و سپیدار در روند سال بیشتر در پی فرصت سوزی بودند تا بهره گیری از فرصت ها. زه فکر کوم چې مساله علي شورا په دغه ډول چې دا شپږ واته میاشت کې دی ونه توانیدل چې خپل تشکیل حتی د کاغذ پر مخ راوړي، دی بیا وتوانیږي چې د افغانستان د دولت له یو دری څخه په یو خوله باندې دی استازیتوب وکړي. گفتگوهای صلح حکومت و طالبان با وجود امضای فرمان آزادی 400 زندانی جنجالی طالبان از سوی رئیس جمهوری به تعویق افتاده است. در میانه این همه اختلافها و ابهامها هنوز مردم چشم انتظار آغاز این گفتگوها هستند. آقای فرایدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی برای بحث بیشتر اینجا در استودیو حضور دارند. آقای خزون سلام، بر شما بسیار خوش آمدید. شکر. چه خبرهای تازه از شورای عالی مصالحه ملی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بینندگان تلویزیون محترمتان. فهرست شورای رهبری شورای عالی مصالحه ملی تکمیل شده. درست. فهرست معاونین هم تکمیل است. امیدوار هستیم که به زودترین فرصتی را اعلان بکنیم تا رسما شریک شوه و کار خود را آغاز بکنند. کیو هستن سه معاون باقی مانده شورای عالی مصالحه؟ بگذاریم که رسما اعلان شوه. با وجود از که اون فهرست در شبکه‌های اجتماعی هم نشر شده، بله، اما ما وقتی که رسما اعلان میکنیم شما میبینید که افراد خوبتر جامعه، افرادی که شایسته‌تر هستند برای سمت او گماشته شده و اعلان میشه. ولی اینکه پیش از وقت است که ما اگر گماشته شدن و اعلام نمیشن احتمال تغییر وجود داره، درست؟ ما فکر نکنم احتمال تغییر باشه، اما می چون رئیس شورای عالی مصالحه ملی رسما یعضا را باید معرفی بکنه. درست. و پیش از وقت می باشه که ما بگوییم. خوب است که ما فهرست رسما معرفی شد. چرا اینقدر تعلل ایجاد شد در معرفی اعضای شورا، در معرفی رهبری شورا؟ شما ببینید که شورای عالی مصالحه ملی یک شورای نو تاسیس بود و پروسی ملی افغانستان است که سر سرنوشت تمام مردم افغانستان تاثیرگذار است. بله. و تمام مردم افغانستان باید در این پروسه دخیل باشه و خود را ببینه و ما نیازمند هستیم، نیازمند بودیم که یک ترکیب خوبتر، جامعه تر و همه شمول باید داشته باشیم که او قابل قبول باشه برای مردم افغانستان، از خواستها و نظریات مردم افغانستان اوجه خوب انعکاس بکنه، از حقوقشان دفاع بکنه، پروسه سلح افغانستان را کمک بکنه، در آوردن صلح ما را همکاری بکنه. از این خاطر ما نیازمند از این بودیم که این باید با مردم مشوره بکنیم که کیها باید بیاید، با کدام یار بیاید، مجمع عمومی در شورای رهبری، در دیگه هستم پست هایی که در شورای عالی مصالحه ملی است. ما مشوره های خود را با مردم آغاز کردیم. درست. و شما میبینید که محول کرونایی بود. بله. و نمیشد که یک جمعیت کلان ما داشته باشیم. از این خاطر کوچکتر کوچکتر از احزاب سیاسی، از جامعه مدنی، از اقوام مختلف، از ولایات مختلف، از ولسوالی های مختلف این مشوره ها صورت گرفت و مردم دعوت شد، با مردم دیدار صورت گرفت، نظریاتشان گرفته شد، پیشنهادات و این طبیعی است که زمانگیر شد. ولی امیدوار هستیم که زودتر تا چند روز ببخشید دمیج یک چیزی که ما در پهلویش یک مسئولیت دیگی هم داشتیم، یک اولویت دیگی که اما در ساختن هیئت مذاکره کننده افغانستان برای در اون مورد پرسش های خاص از شما دارم آقای خزون. تا چند روز، چند ماه یا چند هفته دیگه صبور باشن مردم که اعلام خواهد شد؟ دمی هفته انشاءالله تمام مسئله، هم مسئله کابینه و هم مسئله شورای عالی مصالحه ملی حل میشه. تاخیر در معرفی اعضای کابینه از برای چی است؟ پیشرفت ها در رو اصلا خوب صورت گرفته. بله. انشاءالله دمی هفته اون مشکل هم حل میشه. ما لست خود را به رئیس جمهوری فرستادیم. طبق توافق ما باید اون لیست اعلان شوه و حالی که بحثایی که داشتیم تا این دروز اعلان میشه. ملاکتان برای انتخاب وزیران که باید از جانب شما معرفی شود چه است؟ بر اساس چه معیارهای انتخاب میکنید؟ معیارها قانون اساسی معرفی کرده. بله. من فکر میکنم اگر کسی شخصی معیار وضع کنه خلاف قانون است. ماده 72 تمام مسائل روشن ساخته و ما با حفظ امو ماده قانون اساسی وزیرای خود را معرفی کردیم و امیدوار هستیم که شورای ملی خصوصا ولسی که بر شورای اعتماد بده. ولی ما میشنویم که 5 وزیر پیشنهادی شما از سوی ارگ ریاست جمهوری
به دلیل عدم شایستگی رد شدند. اگر چنین است، کیها هستند و چرا رد شدند؟ هیچ وزیر ما رد نشده. درست. و طبق توافقنامه رد شدن هم در کار نیست. اما طبیعی است که ما پیشترم واکنش نشان داده بودیم بره. که سخنگویای رئیس جمهوری متاسفانه از این بحث هایی که بین دو رهبر جریان داره خبر نداشتن و آگاهی نداشتن و کسایی که معرفی شده آدم های مسلکی تر و خوبتر، آدم هایی که شناخت از افغانستان داره، شناخت از وضعیت افغانستان داره، آدم هایی نیستن که از بیرون آورده شده باشه که با مشکلات مردم سر کار نداشته باشه، از آگاهی نداشته باشه، با سیستم اداری نمیفهمه. بله. این تمام میار، این میارات نیست، این صفات است. میارات قانون اساسی وضع کرده که او هم دار طبیعی است و پارلمان رای میده باشه. حالا باید چی بگیم؟ تاخیر از جانب ارگ صورت گرفته یا از جانب سپیدار؟ از طرف ما مشکل بسیار پیش حل بود. درست. و ما فهرست خود را به رئیس جمهوری سپرده بودیم. حالی امیدوار هستیم که زودتر معرفی شود، زودتر حل شود. از گفتگوهای صلح چه خبر؟ گفتگوهای صلح هم مشکل جمهوری اسلامی افغانستان نیست. درست. طالبان خواستار 400 زندانی بودن، لوی جرگی افغانستان فیصله کردن، برای جمهور صلاحیت دادن که رها شود و حکم رهایی 400 هم امضا شده، صادر شده. حال یک قسمت زندانی ها رها شده، یک قسمت دیگه هم که رها میشه، حال مربوط طالبا میشه که طالبا هم یک تاریخ را به توافق برسیم که سر زو تاریخ، چون مکان و اجندای مذاکرات نخستین دور مذاکرات معلوم شده. ولی شما دلیل طالبان را میدانین که میگن باید زندانیان باقی مانده هم رها شده؟ خود طالبا هم یک سلسله تعهدات دارن. بله. تا او تعهدات طالبان عملی بکنه و این پروسه دو جانبه است. طالبان هم خواستار صلح اگر باشن، خب اینها هم باید انعطاف پذیری داشته باشن، اینها هم باید اقداماتی داشته باشه که اعتماد دو طرفین بالا بره و یک مردم افغانستان سر اتش بس یک اقدام خوبی بود صورت گرفته ای. امیدوار هستم که ما اقدامات دیگریم که هم اعتماد سازی میاره و هم پروسی صلح را کمک میکنه و امید واقع میشه که صورت پیدا بکنه، این گونه اقدامات باید طالبان عملی بکنه و ما این کار کردیم. سپاسمند حضورتان آقای خزون. امروز چهار انفجار در بخش های گوناگون پایتخت رخ داد. دو انفجار صبح امروز در حوزه های هفتم و پانزدهم یک کشته و چهار زخمی بر جا گذاشت، اما انفجار سومی تلفات در پی نداشته است. انفجار چهارمی هم حوالی ساعت 5:30 شام امروز در ساحه باغ بالا رخ داده که در پی آن دست کم دو تن زخمی شدند. شمار از پایتخت نشینان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کابل، مسئولان امنیتی را به کمکاری متهم می کنند. مسئولان در وزارت امور داخله اما می گویند که شبکه را به اتهام جاسازی ماین‌های مغناطیسی بازداشت کردند. روز به روز به شمار انفجارهای ناشی از ماین‌های مغناطیسی افزوده می شود. انتظار می رفت تا با اجرای برنامه میثاق امنیتی امنیت پایتخت بهتر شود، اما ظاهراً این برنامه سودی در پی نداشته است. امروز صبح سه بخش مختلف پایتخت گواه انفجار ماین‌های مغناطیسی بود. انفجار در سرک 940 ستون یک کشته و دو زخمی بر جا گذاشت و انفجار در چهار راهی شهید نیز دو فرد ملکی را زخمی ساخت. انفجار سومی در حوزه پنجم امنیتی پلیس اما تلفات در پی نداشت. کابل از سابق ناامن‌تر شده و انفجارات و انتحارات روز به روز زیادتر شده، سابق کرده و نهادهای کشف و استخبارات در این پروسه ناکام مانده. حمله‌های انتحاری، انفجاری، ماین‌های مغناطیسی کنار جاده یا با موتورهایی که میچسبانند واقعا وضعیت کنونی در افغانستان بیشتر از پیش مشکل می‌سازد. همزمان با این، اینجا دورتر از شهر کابل باشندگان ولسوالی پغمان نیز از وجود افراد مسلح غیر مسئول نگران هستند. ولسوالی پغمان در کنار دیگر ولسوالی های کابل در سالهای پسین حضور پررنگ مردم را در خود داشته است، اما با گفته باشندگان این ولسوالی در ماهای پسین به دلیل ناامنی ها حضور مردم در اینجا کم رنگ شده است. این باشندگان از نهادهای امنیتی می خواهند تا امنیت این ولسوالی را نیز جدی بگیرند. امنیت در ولسوالی پغمان بسیار خراب شده.
به خاطر که زیادتر مردم از سمت ارغنده میدان وردک به این سمت رجوع رفته میان به این سمت. در این اواخر دمی چند هفته گذشته امنیت نسبتا خرابتر شده، چند حادثه مرگبار انجام شده. وزارت امور داخله اما میگوید در پیوند به جابجایی ماین‌های مغناطیسی و تازگی شبکه‌ای را بازداشت کرده و در صورت وجود تهدید در ولسوالی‌های کابل آنان عملیات پاکسازی را راه اندازی خواهند کرد. په ورستۍ اونیو کې طالبانو د چسپکی ماینونو د چاودنو په واسطه د یو ډول رواني فشار څخه راوسته ده. د یو میاشت په لړ کې په کابل ښار کې 22 ماینونه کشف او خنثی شوي او د ماین گزاری په څور یو ولس تنه نور نیول شوی دی. سخنگوی رئیس جمهوری در تویترش نگاشته که هدفگیری نظامیان و مردم از سوی شبکه های ترور طالبان جنایت هولناکی است که باید از سوی جامعه جهانی محکوم شود. صدیق صدیقی گفته است که این گروه مردم را نسبت به صلح ناامید می سازد. با این حال شمار از آگاهان نظامی ناامنی های پسین در کابل را برخواسته از ضعف نیروهای امنیتی دانسته و برنامه میثاق امنیتی را کارا نمی دانند. تا زمانی که ما اشخاص مسلکی را وجود نبیاریم کار را به اهلش نسپردیم، تا او وقت هیچ نمه این تو میثاق ها به دردم نمیخوره، بلکه ناامنی را زیادتر میسازه. در حال حاضر وزارت امور داخله برای تامین امنیت پایتخت برنامه ای را زیر نام میثاق امنیتی اجرا می کند، هرچند که در یک سال پسین دو برنامه امنیتی دیگر زیر نام گارنیزون کابل و قطعه نیروهای مشترک کابل مصروف امنیت پایتخت بودند. امریکا قابلیت‌های رزمی‌اش را در افغانستان حفظ خواهد کرد. وزارت دفاع امریکا گرچند تایید می‌کند که این کشور هزاران نظامی خود را از افغانستان خارج کرده است، اما تاکید می‌کند که توانایی‌های رزمی و اختیارات جنگی امریکا در برابر گروه‌های حراس‌افگن در افغانستان حفظ خواهد شد. از سوی هم فرمانده مأموریت پشتیبانی قاطع که به قول اردوی 209 شاهین رفته می‌گوید که سطح خشونت‌ها در شمال کشور بلند است. او همچنین با تاکید بر ادامه پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان میگوید که این مأموریت برای رسیدن افغانستان به صلح پایدار در کنار نیروهای امنیتی افغانستان میماند. اطمینان دهی پنتاگون از حفظ قابلیت های رزمی امریکا در افغانستان با وجود کاهش چشمگیر نیروهای این کشور. وزارت دفاع امریکا تایید میکند که شمار چشمگیر نظامیان امریکایی افغانستان را ترک کردند، اما امریکا توانایی های رزمی و نیز اختیارات لازم برای مبارزه مشترک با نیروهای امنیتی افغانستان علیه گروه های حراس افغان را حفظ خواهد کرد. دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اما بار دیگر بر خروج نیروها از افغانستان و کاهش شمار آنان به 4000 تن تا چند ماه دیگر تاکید کرد. چین همسایه شمال شرقی افغانستان و شمار از کارشناسان اما بر خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان تاکید دارند. نیروهای نظامی خارجی باید به گونه‌ای مسئولانه و منظم از افغانستان عقب نشینی کنند تا مانع فرصت طلبی گروه‌های حراس افغان برای ایجاد لانه‌های امن دوباره در افغانستان شود و نیز به نیروهای حراس افغان توهم ایجاد فرصت داده نشود تا از انتقال امن و آسان اطمینان حاصل شود. برای پیشگیری از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه‌های افراطی‌ها باید 5000 نیرو در افغانستان بماند و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه دهد و نگذارد که از آدرس افغانستان حراس افغانان جهانی، ایالات متحد و متحدان آن را بار دیگر هدف بگیرند. پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باید حفظ شود. در همین حال فرمانده مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو که همراه با معاون وزارت دفاع به قول اردوی 209 شاهین رفته بار دیگر با اعلام پشتیبانی دوامدار از نیروهای امنیتی تاکید دارد که طالبان باید خواست مردم برای کاهش خشونت ها را بپذیرند. جنرال الازای
ما با آقای علیزه یک جا برای بررسی وضعیت شمال به اینجا آمده ایم. آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد پشتیبانی ما و سایر ائتلاف از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. می دانیم که مردم افغانستان چه صلح می خواهند. آنها خواهان پایین آمدن سطح خشونت ها از سوی طالبانند. خشونت را دامن می زند. لذا در تلاشیم تا مسیر درستی را که به صلح پایدار در افغانستان منتهی شود دنبال کنیم. موږ اطمینان ورکو خپل خلکو ته، خصوصا د شمال معززو خلکو ته چې د دوی امنیت به په نږدې راتلونکي کې انشاءالله تر دې هم ډیر تامین وي. فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع در حال یکجا با مقام‌های ارشد دفاعی کشور به شمال رفته که خشونت‌ها و حملات طالبان بار دیگر در کشور به ویژه در ولایت‌های شمالی در هفته‌های پسین تجدید شده. خشونت‌هایی که همه روزه ده‌ها قربانی از نظامیان و غیر نظامیان می‌گیرد. آقای ظاهر عظیمی نظامی پیشین روی خط اسکایپ از کابل با ما وصل است. آقای عظیمی سلام بر شما، وقتتان بخیر. سلام بر شما، بینینای نازنینتان و همکارایتان. سلامت باشین. آقای عظیمی، امریکا یک بار دیگر تاکید بر خروج سربازانش هم از افغانستان کرده. فکر میکنین که این همه تاکید و پافشاری از برای چیست؟ ما تصورمی بیشتر بحث کمپاین است که بتانن از لحاظ افکار عمومی ایالات متحده امریکا ذهنیت ها را متوجه از این بسازند که ما بخش اعظمی از قوتهای خود از افغانستان خارج ساختیم. بیشتر میتونین این بوده قضیه را شما در نظر بگیریم، به خاطر از اینکه قبلا هم سر کاهش نیروها همراه افغانستان توافق شده بود، چون در حال حاضر عملیات های نظامی را به صورت مستقل اردوی ملی و نیروهای امنیتی انجام میدن و بعدا در قسمت هوایی اگه همکاری ضرورت است که هم از لحاظ کمیت میتونه تعداد معدودی به امور مشکل رفع بسازه. درست. یا بگویی دیگه که اگه تعداد حتی به 2000 بره، در حال حاضر از لحاظ نظامی تأثیری نمیگذاره. درست. تنها بود سیاسی قضیه مطرحه که مسر حمایتش حساب میشه، سر کمک های مالی حساب میشه، سر تجهیز قوای هوایی حساب میشه، سر آموزش تعلیم تربیه خواهی هوایی حساب میشه، چون عملا دیگه خارجی در جنگ شرکت ندارم، لذا کمیتشان هم زیاد تاثیرگذار نیست در افغانستان. پس بس این که آقای عظیمی افغانستان به سال برسه نظر به توافق که طالبان با امریکا داشتن، و بس این که دونالد ترامپ قبلا گفته بود که تا زمانی که مطمئن نشه که از افغانستان دیگر تهدید متوجه امریکا نیست، از افغانستان خارج نمیشه، این بحث ها منتفی است؟ خب شما، ما و شما باید صبر کنین که آیا چنین اقداماتی یا چنین تصامیمی که ایالات متحده امریکا اتخاذ میکنه در این شرایط کمپاین یک تصامیم استراتژیکی است یا یک تصامیم تاکتیکی به خاطر کمپاین انتخاباتی است. بیشتر صاحب نظرها باورشان به این هست که با توجه به موقعیت استراتژیک افغانستان، با توجه به این که چین سر بالا کرده به عنوان قدرت اقتصادی و نظامی و بحث جنگ سرد جدیدی با چین هست، بله، و از جهت دیگه افغانستان مرز مشترک با چین داره و همچنین مرز مشترک با فدریشن روسیه داره به عنوان رقیب اصلی ایالات متحده آمریکا، بسیار بعید می‌بینند که بعد از انتخابات امریکا به تعداد خود باقی بمانه. و باز از طرف که هم خود آقای ترامپ یک شخصیت غیر قابل پیشبینی هست به تصمیم گیرای خود. دیگه ما باید منتظر بمانیم که نهایتاً بعد از انتخابات چی تصمیمی گرفته میشه. آقای عظیمی، چقدر بی‌نیاز هستیم بر حضور امریکا و نظامیان امریکایی در افغانستان؟ عرض کردم که از لحاظ جنگ های زمینی که در افغانستان بیشتر جنگ های زمینی است، بله، اردوی افغانستان و نیروهای امنیتی به ویژه کماندوها و قطعات ویژه افغانستان ظرفیت عزیز دارن که وضعیت کنترل کنن. اما میمانه بحث حمایه مالی که اگر حمایه مالی یک وقت به خطر بفته که طبعا چالش های ایجاد میکنه، ولی در قسمت هوایی هنوز هم به تجهیزات، هم به آموزش، هم به مشوره دهی و هم به نوعی حمایت ضرورت هست.
چقدر زمان مناسب است که امریکا از افغانستان خارج شود آقای عظیمی؟ خب با توجه به اینکه هر نیروی خارجی از مملکت یک روز باید بیرون بشه. بله. متاسفانه افغانستان هنوز یک برنامه ریزی دقیقی به خاطر به اصطلاح در استراتژی ملی خود به خاطر رفع نیازهای مالی یک اقدامات موثر نکرده. بیشتر بحث حمایت‌های مالی است که آیا حمایت‌های مالی تا چی وقت ادامه پیدا میکنه. افغانستان باید یک برنامه ریزی 5 ساله یا 10 ساله داشته باشه که بتونه در یک مدت معینی با یا وابستگی خور به کمک قطع کنه یا بسیار محدود بسازه و در این زمان منابع جدید بیرونی و داخلی هم جستجو کنه. چنین وابستگی یک به اصطلاح تک کشوری یا یک کشوری که ایالات متحده آمریکا پول بده و روی ملی افغانستان سر پای خود استاده همیشه یک خطر وجود داره، خطر یک روز که قطع بشه با چالش های بسیار جبران ناپذیری روبروی به مقابلش میشه. بله آقای عظیمی، برخو با این عقیده هستن که اگر امریکا یک خروج به هنگام داشته باشه هیچ مشکل جدی به نیروهای امنیتی افغان و در کل در بخش امنیتی و نظامی به پیش نخواهد آمد. اگر فکر میکنین که خروج نابهنگام باشه، اتفاقی باشه، دفعتن باشه، چه تاثیر خواهد گذاشت؟ خب طبعا خروج ناگهانی تاثیرات میگذاره، خب منتها مشکل به نظر من یک جای دیگه است. مشکل در درون افغانستان است. اولا که ما از لحاظ سیاسی یک وحدت نظر نداریم، یک وفاق ملی و یک جبهه متحد سیاسی به خاطر منافع ملی کشور نتونستین ایجاد کنین، یک بسیج ملی را نتونستین ایجاد کنین که از افکار عمومی به نحو احسن استفاده شه در جنگ، همچنین از نیروهایی که میتونه موثر باشه یا بگویی دیگه نیروهای مقاومت، اینا را نتونستین به حمایت نیروهای امنیتی اینا را بسیج بسازیم. اگر افغانستان بتانه که یک برنامه ریزی برای منابع مالی خود بکنه و بسیج ملی داشته باشه برای حمایت نیروهای دولتی و همچنین نیروهای مقاومت بتونه تا حد سازمان بده به حمایت از اردوی ملی و پلیس ملی و از درون خود بتونن یک پارچه بسازن، به نظرم هیچ مانعی نیست برای خروج امریکا، یا اگر رفتن هم رفتن خداحافظشون. و فکر میکنین آقای عظیمی اگر اجماع کلی در درون افغانستان شکل نگیره، اونچه که شما یاد کردین وضعیت به حالت قبل از 2001 و دوره رژیم طالبان برخواهد گشت، درست؟ خب به اون صورت که بر نمیگرده، اما خب ما دچار چالش های زیاده میشین. همی اکنون شما میبینین که طالبا جنگا را کشیدن به داخل شهرهای کلان مثل کابل، هرات، قندهار، ننگرهار، بلخ. شاراها را به تاعت زیاده یا تحت کنترل دارن یا نفوذ میکنن یا تهدید میکنن و این وضعیت باز یک بستر فراهم میکنه برای جرایم جنایی و جرایم سازمان یافته و این بی‌ثباتی باز تاثیر میگذاره روی افکار عمومی، نسبت با آینده بی‌ثبات میشن سر سرمایه گذاری یا سر اقتصاد با توجه به فقری که همی اواخر از اثر کووید 19 به وجود آمده. اینا همه دست به دست هم میده یک چالش بسیار کلانی روبرو میکنه. درست. مهم اینه که دولت چطور میتونه از این قوتهای مردمی که قوتهای میلیونی به نفع خود استفاده کنه. این پرسش هم با در نظر داشت جدی شدن ناامنی ها در مناطق نزدیک کابل مطرح کردم. آقای عظیمی به عنوان آخرین پرسش، خروج نظامیان آمریکایی یا خروج احتمالی نظامیان آمریکایی از افغانستان فکر میکنین که تاثیرش روی منطقه چی خواهد بود؟ خیلی کوتاه. خب طبعا کشورهایی هستند که موافق خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان هستند، روس‌ها طرفدار هستند، ایرانی‌ها طرفدار هستند، پاکستانی‌ها طرفدار هستند. چینی‌ها همیشه به اظهاراتشان گفتند که خروج مسئولانه. خب خروج مسئولانه را تعریف نکردن که ببینیم دیدگاه چینی‌ها چیست. اما خب میتونه آدم برداشت کنه که اونا هم بعدشان نمی‌آیند. تنها هند و چین یک مقدار ملاحظه دارن که مسئولانه باشه. به غیر از او دوی کشورهای فدرشن روسیه به طور عموم پاکستان و ایران موافق خروج هستند که اگه خروج صورت بگیره باید یک برنامه ریزی دقیقی طرف افغانستان داشته باشه. بسیار تشکر از شما آقای ظاهر عظیمی، نظامی پیشین، که روی خط اسکای برای بحث بیشتر با ما بودید. تا لحظات دیگر.
نگرانی ها از ادغام بانک ملی و کابل بانک نفت. اعتراض باشندگان ولایت قندوز در پیوند به افزایش ناامنی ها در این ولایت. شمار از بیمارستان های خصوصی بدون گرفتن آزمایش کرونا به مراجعان برگه نتیجه منفی داده است. سرپرست وزارت صحت عامه با صدور هشدارنامه به یکی از این آزمایشگاه ها آن را تحمل ناپذیر خوانده و می گوید که اضافه ستانی برخ آزمایش ها هم پذیرفتنی نیست. مقام های این وزارت به بیمارستان ها و آزمایشگاه های خاطی هشدار داده که در صورت تکرار مزدود خواهند شد. بیمارستان های خصوصی اما این اتهام ها را رد می کنند. آزمایش خیالی کرونا در آزمایشگاه های خصوصی. سرپرست وزارت صحت عامه در تویتی گفته است که یکی از این آزمایشگاه ها بدون آزمایش به یکی از مراجع کنندگانش برگه نتیجه منفی داده و آزمایشگاه دیگر اضافه تر از هزینه تعیین شده برای آزمایش افراد مشکوک به کرونا پول می گیرد. تعداد محدودی از لابراتوارها و مراکز یعنی تخطی کردن از قوانین و برای از اینا اختیاریه داده شده. و مسئله مهمی است که به صورت متداوم از طرف ما بررسی و نظارت صورت میگیره. تستایی که اینا انجام میتن در سکتور خصوصی از طرف ما 5% دوباره تست میشه. این در حالی است که شمار مراجع کنندگان به آزمایشگاه های خصوصی به دلیل گرفتن سند تاییدی منفی بودن کرونا یا نان در هفته های پسین افزایش یافته است. من دیروز پیش از ظهر آمده بودم اینجا تست دادم، دیگه امروز ساعت 4 بجه پرواز دارم. باز نتیجه تستیم که خدا را شکر منفیه دیگه، ولی خب باید تست بدیم دیگه، چون بدون تست امکان نداره که پرواز کنیم، راه نمیدن. در بدل از تست کرونا 5000 میگیره، 3 روز وقت داره. اگر وقت بگذره باز دیگه وقت نداره که باز بری دمو سمپلی که دادی دو رفته نمیتونه باز دوباره تست بدی. اما آزمایشگاه هایی که از سوی وزارت صحت هشدارنامه دریافت کرده اتهام آزمایش خیالی را رد می کنند. حالا که مونږ پسې ډېرې توتی هم جوړې وي چې دا د ځان راپورټ ورکوي، ا د او دا د پیسې اخلي، مونږ هیڅ وخت دې ته نه تسلیمي کوو، هیڅ وخت دا کار نه کوو. څوک چې مثبت وي مثبت او څوک چې منفي وي منفي هغه راپور به ورکوو. چند پیش اداره هوانوردی ترکیه پروازهایش از افغانستان به انقره را به دلیل بالا بودن شمار مثبت افراد مبتلا به کرونا دوباره لغو کرد. اداره هوانوردی ملکی میگوید که در حال حاضر پروازهای کشورهای امارات، پاکستان و ایران به صورت منظم صورت میگیرد. فعلا به 3 کشور پرواز منظم صورت میگیرد. کشور امارات، پاکستان، ایران. در کشور ایران از 2 میدان هوایی بین المللی پرواز منظم صورت میگیرد. کابل مشهد، مزار مشهد. در بقیه کشورها پروازهای غیر منظم و ویژه صورت میگیرد. بنابر آمار بیمارستان های خصوصی، روزانه میان 100 تا 400 مراجع کننده برای سفر به خارج از کشور به خاطر گرفتن آزمایش کرونا به این بیمارستان ها مراجعه می کنند. بر اساس آمار وزارت صحت عامه در یک شبانه روز پسین از میان 328 مورد مشکوک نتیجه آزمایش 18% آن مثبت بوده است. دروازه مکتب ها پس از 5 ماه تعطیل امروز دوباره گشایش یافت و دانش آموزان درس های حضوری را آغاز کردند. هرچند فاصله گیری اجتماعی و نکات بهداشتی در داخل صنف ها رعایت شده است، اما در صحن حولی شمار از مکتب ها از فاصله گیری اجتماعی خبری نیست. کرونا برای 5 ماه دروازه مکتب های خصوصی و دولتی را در کشور بسته بود. پس از ماه تعطیل امروز دروازه مکتب ها برای دانش آموزان دوباره باز شد. در مکتب های دولتی فقط صنف های 11 و 12 می توانند به مکتب بیاین و به گونه حضوری درس های خود را ادامه بدن. اما در مکتب های خصوصی از صنف اول تا صنف 12 دروازه مکتب ها برای شاگردان باز شده و عملا شاگردان می توانند به گونه حضوری درس های خود را ادامه بدن. لیسه ملالای در قلب شهر کابل موقعیت دارد. دانش آموزان با تدبیرهای بهداشتی و فاصله گیری اجتماعی در داخل صنف ها مصروف فراگیری آموزش به گونه حضوری اند.
ما در صنف خود تعداد 15 الی 16 نفر شاگرد جای به جا کردیم، یعنی یک چوکی بعد یا در هر چوکی یک شاگرد جای به جای شده و فاصله اجتماعی کاملا مراعات شده، 1.5 الی 2 متر، و همچنان ماسک، یک شاگرد ما بدون ماسک اصلا داخل مکتب نگردید. اما در صحنه مکتب از فاصله گیری اجتماعی خبری نیست. دانش آموزانی که از آموزش از راه دور رضایت چندانی ندارند، از بازگشایی دروازه مکتب ها خوشحالند. اینجا یکی از مکتب های خصوصی کوشیده تا بر اساس رهنمود وزارت معارف و صحت آمگان بردارد. پوشیدن ماسک و فاصله گیری اجتماعی در اینجا جبری است. خاطر حفظ جان خود ما و همچنان فامیل ما، باید نکات سه یک از قبیل دستکش، فاصله 2 متری یا 1 متری حداقل و پوشیدن ماسک را همیشه مراعات بکنیم. زنیم چی مکتب تراغلیم دیر خوشحالیم و میاشت بعد مکتب تراغلیم دیری میاشت آنلاین درسونه مویلی او مکتب که درسونه دیر خرواندی. ما بغیر از اینکه برو بیرون بگرد بگرد بیخی خسته شده بودیم، یک بیخی مغز ما گرد باد شده بود، تا که بعد از یک سه مدت شش هفت ما باز ما پس به مکتب خود برگشتیم. حالا بسیار خوش هستیم. بیشتر از همه آموزگاران مکتب‌های خصوصی از آغاز دوباره مکتب‌ها خرسندند. میگویند چندین ماه را با مشکل جدی اقتصادی سپری کردند. یکی از مشکلات اقتصادی بر استادا خیلی مهم بود که اینا در خانه ماندن و اینا ماش نداشتن. ما مکاتب دولتی ماش داشتن اما شخصی نداشتن. معلومات در خانه حضور داشتن و از لحاظ اقتصادی هم خیلی زیاد ضربه خوردن. و فقط بعض استادا بودن که میتونستن چون میامدن آنلاین تدریس میکردن، یک سلسله مشکلشان حل میبود. وزارت معارف از نظارت جدی بر روند آموزش حضوری در مکتب‌های دولتی و خصوصی سخن میگوید و هشدار میدهد مکتبی که توصیه‌های بهداشتی را رعایت نکند با آن برخورد قانونی میشود. نظارت هم صورت میگیره اگر مکاتب خصوصی خلاف تعهدی که با ما داشتن عمل میکنن، طبیعی است که با ضرور قسمت ما برخورد قانونی با مکاتب خصوصی خود داشتیم. در قسمت مکاتب دولتی هم ما کاملا جدی هستیم و نظارت ما شدیدتر و فعالتر و بیشتر میشه. این در حالی است که انو سرنوشت دانش آموزان سنف‌های اول تا دهم در مکتب‌های دولتی مشخص نیست. وزارت معارف میگوید در صورتی که دامنه ویروس کرونا در کشور به گونه‌ای چشمگیر کاهش یابد، به این رده‌های سنفی هم اجازه آموزش حضوری خواهند داد. بانو نوریا نصد، سخنگوی وزارت معارف، برای بحث بیشتر اینجا در استودیو حضور دارند. بانو نصد سلام، بر شما بسیار خوش آمدید. برنامه‌نویسات پس از 6 ماه در مکاتب برای یک بخش از دانش آموزان باز شد. با چی تدابیر و اقدامات؟ بسیار تشکر. سلام بر شما، سلام بر بیننده ها. بله، بعد از 6 ماه در روزهای مکاتب دوباره برای دانش آموزان باز شد. توصیه های وزارت صحت عامه داشتن، شامل استفاده از ماسک بود، رعایت حفظ صحی فردی و حفظ صحی محیطی، رعایت فواصل اجتماعی، جلوگیری از دست دادن، روبوسی و بغل کشی و همچنان موجودیت آب در مکاتب به خاطر شستن دست ها. این مواردی بود که وزارت صحت عامه به ما پیشنهاد کرده بودند که باید رعایت بکنیم، هم در قسمت مکاتب دولتی هم در قسمت مکاتب خصوصی، که همه اینا را ما با جدیت کامل مراعات خواهد کرد. بله، در آلمان هم چنین یک موقعیت قرار دارن که ما قرار داریم. در اونجا گفته شده که بعد از هر ساعت درسی باید هوا تازه شود، استفاده از ماسک ضروری است، سلام علیک با تماس جسمی ممنوع است. این موارد هم شما تاکید دارین، تدابیر دارین؟ طبیعی است. بله، ما با شاگردان ما در روز اول هم توصیه هایی داشتیم، پیشنهادات سفارش هایی داشتیم از طریق اونا به خانواده های اونا، حتی تا ای که مجهز با ماسک بیاین، خانواده ها میتونن در قسمت تهیه وسایل ضد عفونی کننده یا هم یک عدد صابون با فرزندانشان که میاین به طرف آموزش حضوری کمک بکنن. آب در مکتب موجود است، در صورت نیاز میتونن دستای خودشان را هم شستشو بکنن. فواصل اجتماعی طبیعی است که رعایت میشه. به دلیل اینکه ما تعداد شاگردان را کم کردیم، در گذشته صنف اول تا صنف 12 درس میخورد در داخل یک مکتب، فعلا فقط صنف 11 و 12، یعنی فضای کافی برای وجود داره هم در داخل صنف و هم در محیط مکتب که فواصل بین شاگردان رعایت شود.
ما تعداد شاگردان را در داخل هر صنف کم کردیم، یعنی یک صنف اگر 30 نفر بود فعلا تقسیم شده، 15 نفر در یک صنف، 15 نفر هم در صنف دیگر. فواصل رعایت میشه. ما از طریق معلمین هم، معلم افزون بر این که تدریس میکنه، یک مسئولیت دیگر هم در کنار تدریسشون اضافه شده، و این است که پیش سفارش هایی داشته باشه به شاگردان و توصیه های وزارت صحت عامه را به شاگردان منتقل کنه و از طریق اینا به خانواده هایشان هم منتقل شوه. شوراهای مکتب ما هم ما گفتیم که در قسمت فعال شوند، در قسمت آگاهی دهی به خانواده ها، اونا هم سهم بگیرن و کمک شوند. نهادهای بین المللی هم ما را کمک میکنه، مثلا یونیسف، و تازگی همین لحظه که من طرف دفتر طرف رسانه شما میومدم، پیام های و مسیج هایی که از طرف اداره یونیسف به خاطر رعایت تدابیر صحی آماده شده اونا را چک کردم. همه اینا پیام هایی است که به مردم ما، به والدین و شاگردان منتقل میشه تا اینکه بتونن بهتر مراد بگیرن. این که استفاده از ماسک شما و وزارت صحت تاکید دارین از جانب شما با شاگردان فراهم میشه یا نه خودشان باید با خود ماسک بگیرن و استفاده کنن؟ تهیه ماسک بسیار ساده است. شهروندانی که فرزندشان دانش آموز مکتب است و آموزش حضوری اونا آغاز شده، در خانه با استفاده از همون پارچه های پاک و صحیحی که با خودشان دارن میتونن ماسک خانگی تهیه بکنن، چون هزینه اضافی ایجاد نمیکنه و میتونن فرزند خود مجهز با ماسک بفرستن به طرف مکتب. یک بحث دیگه ای است که اگر ما در توان داشته باشیم و نهادهای بین المللی ما را کمک کنه، طبیعی است که ما هم کمک میکنیم. مثلا چند پیش کشور چین وعده کرد که 10 میلیون ماسک را به ما کمک میکنه. این ماسک ها وقتی در اختیار ما قرار میگیره، فعلا 6,000 تا 7,000ش در اختیار ما قرار گرفته. یک بسته ابتدایی وقتی در اختیار ما قرار میگیره، اون را هم ما کمک میکنیم به شاگرد، ولی اون ماسک باز یک بار مصرف است. ولی ما خانواده ای را داریم. خانواده ها طبیعی است که ماسک تهیه کنند. بله، گفته میشه که آموزگاران صنف های پایین تر از صنف 11 و 12 تدریس میکنند. صنف های 11 و 12 را چنین است؟ دقیقاً صنف اول تا صنف 12 معلمینش دعوت شدن که بیاین در مکاتب حضور داشته باشن. در صورت نیاز ما از معلمین صنف دوره ابتدایی و متوسطه هم در قسمت تدریس شاگردان استفاده خواهد کرد. روی کیفیت درسی تاثیر گذار نخواهد معیار همو یک معیار است. مثلا ما فعلا گفتیم معلمی که تدریس میکنه یا کسی که استخدام میشه در بسای معلمی باید 16 پاس باشه، چه در صنف اول، چه در صنف 7، چه در صنف 12. درست است، 16 پاس حداقل معیار مسلکی بودن است. معلمان ما طبیعی است که ظرفیت دارن، آموزش دیدن، ارتقای ظرفیت هم شدن تا یک اندازه که ما امکانات داشتیم، و بهترین معلمین را اگر شما بیاد داشته باشین، به خاطر داشته باشین، در جریان سال 98 ما گفتیم که بیاین صنف دوره ابتدایی ما را تدریس بکنن، بهترین، مجربترین و ورزیده‌ترین استادان. امروز درس‌ها چگونه آغاز شد؟ به ادامه درس‌های آنلاین یا از سر گرفت؟ نه خیر، درس‌ها از جایی که ما به تاریخ 3 حمل، یعنی روزی که زنگ مکتب نواخته می‌شد، از اونجا شروع می‌کردیم. امروز هم از اونجا شروع کردیم، چون آموزش از راه دور را برنامه‌هاش ما در موردش صحبت کردیم که برنامه‌های کمک درسی و ممت هست و اجبار الزام با خودش نداره. همه شاگردان از استفاده نکردن، فقط شاگردی که امکانات داشت استفاده کرده. بنابراین درس‌ها از صفر شروع شده، از همون نقطه آغاز شروع شده تا به ماه میزان را ادامه داره. بعد از اون باز ما یک آزمون 4 نیمه هم میگیریم و سمستر بعدی میره انتقال میکنم از سال 1400 خورشید. برنامه و پلان ها برای پیشنهاد به کابینه که صنف های پایین تر هم آغاز شوند دارین چی از برنامه؟ هر نوع تصمیم در این رابطه بستگی بر ارجبه وزارت محترم صحت داره. اگر میبینیم ارجبه وزارت صحت ما بیانگر ای است که وضعیت رو به بهبود است و میزان گردش ویروس کرونا در بین جامعه بسیار پایین میره، در این صورت باز ما پیشنهاد میکنیم به کمیته اصرار مبارزه با کرونا و جلسه کابینه وقتی مورد تصویب اونا قرار میگیره، طبیعی است که ما تصمیم میگیریم. البته به شکل تدریجی باز شروع خواهد کردیم. اگر ببینیم که وضعیت میره به طرف خامد که ما انتظار داریم زودتر وضعیت خاتمه پیدا کنه، باز در صورت هم طبیعی است که تصمیم ما در رابطه با شروع حضوری مکاتب سایر دوره های تعلیمی و هم دوره که فعلا ما آموزش شروع کردیم متاثر میشه. ولی یک پرسشی که نزد بعضا ایجاد شده این که چرا در مکاتب خصوصی تمام صنف ها از اول تا 12 آغاز شده ولی در دولتی فقط 11 و 12؟ دلیل داشته برای خودش، به هدف و به دلیل نبوده. دلیل همی بود که در مکاتب دولتی ما 9 میلیون شاگرد داریم، هم دوره متوسطه، هم دوره ابتدایی و هم دوره لیسه. مکاتب خصوصی تعداد شاگردانشان کم است. در داخل صنف ها مثلا تعداد شاگردان 15 یا 20 نفر است، ولی در مکاتب دولتی 40 تا 45 نفر شاگرد است که فضا خودش بسته میشه. از طرف دیگه مکاتب دولتی ما 46% تامین نداره. در تامینهای کرایه مکاتب ما موقعیت دارن، مکاتبی که در تامینهای کرایه است طبیعی است که خانه های مسکونی هستند، نه صنف درسی.
اکسنف میاری که برای شاگرد و برای تدریس جور شده باشه. در از طرف دیگه باز شاگردانی که ما فعلا با آموزش دعوت کردیم صنف 11 و صنف 12 شاگردانی است که نسبتا در سنین بلندتر قرار دارن. اگر شاگردان دوره ابتدایی و متوسط را باز ما مقایسه بکنیم، اونا سنینشون نسبتا کوچکتر است، توصیه ها را نمیتونن درست مراعات بکنن، اما مکاتب خصوصی امکانات بهتر داره. به این دلیل ما مجوز فعالیت صنف اول تا صنف 12 شکل حضوری را به اونا صادر کردیم، اما در قسمت هم با توجه به ارزیابی وزارت ساتامه ان شاء الله ما تصمیم خواهد گرفت. سپاسمند حضورتان بانو نزهت. برخی آگاهان امور بانکداری ادغام بانک ملی افغان و کابل بانک نو را زیانبار می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش از تمیم شهیر. ادغام دو بانک تجارتی دولتی نگرانی هایی را به هم راه شده است. اغلب این نگرانی ها از دو جهت سرچشمه می گیرد. نخست این که سیستم های این بانک ها متفاوت از همدیگر است و احتمال برهم خوردن حساب های مشتریان وجود دارد، و دوم ظرفیت بانکی لازم برای ادغام این دو بانک وجود ندارد. ارشدترین کارمندان پیشین بانک مرکزی و بانک ملی افغان ادغام این دو بانک را پرهزینه، مغلق و دشوار می دانند. و از حکومت می خواهند که باید در نخست دو بانک دولتی که دارای سیستم مشابه بانکی اند مدغم شوند. بانک ملی افغان و پشتنی بانک. آل اینا که اگر نمی کابل بانک با بانک ملی مدغم می کنند، سیستم فرق می کنند. اینا مجبور هستند این کار با اساس منوال پیش ببرند، دستکی پیش ببرند، که در او وقت خلای معلوماتی امکاندار و خلای شناخت معلومات مشتریان امکاندار. معاون پیشین بانک مرکزی میگوید که اگر روند ادغام دو بانک را افراد عادی انجام دهند، بحران دوم در راه خواهد بود. خان افضل هدوال تاکید دارد که ظرفیت های فنی در عرصه بانکداری به ویژه سیستم های بانکی در افغانستان انگشت شمار است. بسیار کلان بحثی طولانی است که من فکر میکنم ای از توانی منابع بشری که ما در افغانستان داریم متاسفانه بیرون است. اینا باید اینا متخصصین زیر پیدا کنن. این کار ساده نیست. ادغام یک دو اداره نیست. اما وزارت مالیه میگوید که روند ادغام دو بانک دولتی در مرحله ابتدایی قرار دارد و در نخست مطالعات فنی ادغام این دو بانک انجام خواهد شد. به خاطر از اینکه بانک های حکومتی که فعالیت های تجارتی داره، اینا مؤثریت کاریش بیشتر شوم و ارائه خدمات بهتر کرده بتونن، شورای عالی اقتصادی کشور فیصله کرد که بانک ملی افغان و نوع کابل بانک با هم مدغم شون. در حالت حاضر صحبت های بسیار ابتدایی بین دو بانک جریان دارد. تا هنوز پرونده فساد کابل بانک بسته نشده است. هرچند رئیس جمهور غنی در دور نخست ریاست جمهوری اش اطمینان داد که پرونده کابل بانک را به گونه شفاف بررسی و بسته خواهد کرد، اما تا هنوز این پرونده بسته نشده و بدهکاران کابل بانک بدهی‌هایشان را نپرداختند. تا لحظات دیگر. امیدواری سازمان جهانی بهداشت از برچیده شدن بساط کرونا تا دو سال دیگر، البته با یاری فناوری. در پای افزایش ناامنی ها در ولایت قندوز، صدها تن از باشندگان این ولایت در راه پیمایی اعتراضی خواستار تامین امنیتند. معترضان میگویند که جنگجویان طالب در 1.5 کیلومتری شهر رسیدند و احتمال راه اندازی عملیات های گسترده از سوی آنها نیز وجود دارد. اما مقام های محلی عقب نشینی نیروهای امنیتی از چند ولسوالی قندوز را تاکتیکی میدانند. در همین حال ده‌ها تن از باشندگان ولایت بادغیز نسبت به آنچه که بی‌توجهی حکومت مرکزی در قبال باشندگان این ولایت عنوان می‌کنند دست به اعتراض زدند. معترضان که مانع معرفی والی جدید این ولایت شدند می‌گویند تا زمانی که حکومت مرکزی کادرهای مسلکی این ولایت را در بدنه حکومت نگمارد، آنان مانع کار والی جدید خواهند شد. شمار از باشندگان بادغیز امروز در هرات نیز نسبت به حضور نداشتنشان در اداره محلی و مرکزی انتقاد کردند.
شمار از جوانان و فعالان جامعه مدنی در قندهار از طرفهای درگیر جنگ میخواهند که منفعت‌های شخصیشان را کنار بگذارند و افغان‌کشی را متوقف کنند. اینان تأکید میکنند که هر دو طرف در تأمین صلح در کشور صادق نیستند و باید مانع‌های اصلی فراروی روند صلح برداشته شود. این جوانان که در یک نشست خبری صحبت می‌کردند بر آتش بس میان حکومت و طالبان تأکید دارند. رئیس سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که ویروس کرونا در کمتر از 2 سال آینده همچنان با مردم خواهد بود. تندروس آدهام به همپیوستگی جوامع در عصر کنونی را یکی از دلیل‌های اصلی شیوع ویروس کرونا می‌داند، اما می‌گوید که دانش و فناوری امروز به حد است که ویروس کرونا را متوقف کند. ویروس مرگبار کرونا که برای نخستین بار دسامبر سال گذشته از شهر ووهان چین گزارش و به سرعت عمگیر شد، بر بنیاد آمار رسمی تا کنون 23 میلیون تن را در سراسر جهان مبتلا کرده و جان بیش از 800 هزار نفر را گرفته است. بیننده های عزیز، از توجه و همراهیتان به این مجموعه خبری از یک جهان سپاس. شبتان بخیر. خدا نگهدار.